دکتر فروها. سلام. سلام. خسته نباش. ممنونم. عمل چطور بود؟ خود داره در آورده. افغانی دستیارتون بود؟ بله. حسابی ما رو گذاشتید کنار. تو هنوز تکلیفت با خودت روشن نیست. قلب یا مغز؟ تصمیم سختیه. ولی باید گرفته بشه. حتما. ممنون. خسته نباشید. مریض باید با ICU منتقل بشه. باید به هوش بیاد تا بدونیم عمل چقدر موفق بوده. تشکیلتون باید. مسئول بیمارم دکتر افخمیه. البته اگه مشکل خاصی پیش اومد حتما منو خبر کنید. چشم حتما. راستی دکتر فروه، یه خانم با شما کار داشتم. کدوم خانم؟ تا همین چند دقیقه پیش اینجا نشسته بود. کی بود؟ چی کار داشت؟ گفت از آشنای دکتر جوادیه. گفت برای مشاوره اومدم. یه ساعتی هم میشد اینجا نشسته بود. خب اگه دوباره دیدینشون بفرستیشون دفتر من. چشم حتما. سلام. سلام. خسته نباشید. پس دکتر فرزاد فروهر تویی؟ میدونستم پیدات میکنم. خانم ما تا حالا از این کارا نکردیم. شما پولتو بگیر، همون کاری که میگم بکن. برو تا گمش نکردی. به به چه بوی خوبی میاد خانم، چه درست کردی؟ حدس بزن عزیزم، این کارو که میتونی بکنی. خب 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 دختر گلم، بگه ببینم شام امشب چی داریم. مرغ. خانم بیا که لو رفتی. مرغه. بله لو نرفتم، کلاغا بهت خبر داده. خب دختر گلم بگی ببینم این رو چه کاری کرده؟ هیچی. چی شده خانمی؟ فکر کنم باز با مامان حرفت شده. آره سهیل خانم؟ نه یه کمی روزا حوصله‌اش سر میره، دوست داره همش بره پارک. منم که کار دارم. خب گرفتارم. خب خب شما چه خبر؟ هیچی، ما هم مثل همیشه مریضا و اتاق عمل و مشکلات کارکنای بیمارستان. چی شد؟ مسئله پرستارا حل نشد؟ نه بابا، دست ما نیست که، دست هیئت مدیره است. اونام همش از کمبود بودجه حرف میزنن. واقعا حق دارن، کار به اون سختی و درآمد کم. باید ساخت دیگه. چی میخوری عزیزم؟ هیچی، میخوام برم بخوابم. ده شام نخوردی که؟ گشنم نیست. شب بخیر. شب بخیر. بذار برو بخیر. لج میکنم. اشکالی نداره. گمونم باید یه خورده بیشتر باش وقت بذاری. عزیزم من دیگه نمیدونم چیکار کنم. یه ذره تعداد شاگرداتو کمتر کن. من همه عشق و علاقم همین شاگردا و نقاشی و همین هست. ای داده بیداد. یه موقعی همه عشق و علاقت یه بچه بود که بیاد و حال و هوای این خونه رو عوض کنه. یادت میاد؟ چقدر صبر کردی، چقدر نظر و نیاز کردی تا خدا هانیه رو به ما داد؟ بله یادمه. حرف حساب جواب نداره. میرم از دلش در میارم. منم باید میام. نه اینقدر زحمت کشیدم باید همش بخوری. رابطه مادر دختر دخالت نکن. باشه باشه.
من که سیرم. خیلی خوب، غذا نخور، بذار همین قدی کوچولو بمونی، منم قصه میخورم. دوست داری مامانی قصه بخوره؟ نه، ولی من دلم میخواست بریم پارک. آخه فدات شم، امروز دیدی من چقدر گرفتار بودم که. فردا میبرمت. باشه؟ راست میگی فردا میریم پارک؟ آره قربون شکلت برم. تو هم ولی به حرفای من گوش کن دیگه، خب؟ پس بیا بریم شامتو بخور، غذامون یخ کرد. بابایی هم تنها مونده. قربون شکلت برم من. آفرین. بیا پایین. وای دیرم شده. بودو بیا. نه ماما بیا یه ذره دیگه بازی کنم. عزیزم میدونی که شاگردا میان. بستنی میخری؟ یه دونم بستنی میخرم ولی شاگردا میان پشت در میمونن ها. گناه دارن. خب بستنی خریدم باید بریم ها. یه ذره دیگه بازی کن تا من بیام. برو تو آسمون تا من بیام. همین دور و برا باش تا من بیام. بشین سر کارت. اونی که باید بره منم. فقط اومده بودم ببینمت. ولی یادت باشه منم بچه تو هم. لجباز و یدنده. حرف حرف منه. خودت یادم دادی. اونقدر میرم میام تا بالاخره با هم حرف بزنی. یا لااقل به حرفم گوش کنی. مواظب به خودت باش. گشتم نیست، نمیدونم چی شده. آخرین باری که دیدیش کی بود؟ تو پارک که برای هانیه بستنی خریدم. خب شاید همونجا جا گذاشتی. برگشتم دوباره، تمام مسیرم گشتم، از مغازه دارام سوال کردم، اونا هم نداده بودن. حالا تو کیفت چیو داشتی؟ تمام کارتامو داشتم، مقداری پول داشتم، کارت شناساییام، گواهی نامم، کارت ملیم. حواستو جمع نمی کنی. بابا یه هانیه دیگه، اعصابمو خراب میکنه، از پارک دل نمیکنه. شاگرد داشتم، اونا هم میمدن پشت در میموندن. حالا شاید یه نفر پیدا کنه بده به مغازه دارای همون محل. فردا صبح اول وقت خودم میرم پرسجون میکنن. پس میشه خواهش کنم یه دونم اطلاعیه بنویسی که هر کی این کیفو پیدا کنه بهش مژدگونی میدیم؟ باشه حتما. خدا کنه اقلا پولا رو وردارن ولی مدارکمو پس بدن.
به هر حال صبح اول وقت باید به بانک اطلاع بدیم و اگه تا فردام پیدا نشد بهتره به کلانتری هم گزارش بشه. از صبح که کیفمو گم کردم اعصابم خراب شده. اگه پیدا نشه چی؟ پیدا میشه. اگرم پیدا نشه برای مدارک دالمصنا میگیری. اوه خیلی سخته. سخت یا آسون کاریه که شده خانم. آقا قربونش برم به یه نفر نظر کرده. اینجا که هستی خیلی چیزا رو با چشم میبینی و با گوش میشنوی. یعنی ممکنه به منم نظر کنه؟ اینجا هیچ کسی ناامید از در نمیره بیرون مگر اینکه خودش ناامید باشه. حاجتت چیه؟ یه گم شده دارم. انشالله که پیدا میشه. یا وجیان اندالله اشفعلن و اندالله. بله. سلام خانم. ببخشید میشه یه لحظه بیایید دم در؟ بفرمایید. میبخشید شما خانم سهیلا رفیعی هستی؟ بله. من یه کیف پول پیدا کردم. کیف؟ بله الان میام خدمتتون. بفرمایید. ممنون. داخلش رو نگاه کنید یه موقع کم و کسری چیزی نداشته باشه. تو این از کجا پیدا کردی؟ من این رو دیروز از تو پارک پیدا کردم. انداخته بودم تو پارک. آدرس خونه رو از کجا آوردی؟ داخلش رو که گشتم یه قبض برق پیدا کردم. از رو اون آدرس رو پیدا کردم. در ضمن دو روز بیشتر از قبضتون باقی نمونده، زودتر پرداختش کنم. خیلی محبت کردی. ببین اگر که ناراحت نشی من یه مژدگونی کوچیک گذاشته بودم. اصلا لازم نیست. آخه چرا؟ برای هر کی که پیدا کنه کیفمو. خیلی ممنون، وظیفه‌ام بود. ببخشید که دیروز نتونستم براتون بیارم. میدونید من اینجا غریبم، مسافرم، کسی رو هم نمیشناسم. اینجا رو خیلی سخت پیدا کردم. دیروزم خیلی گرفتار بودم. با اجازت، خدا نگهدار. ممنون. دستت درد نکنه. ای چی شد؟ نمیتونم، یه لحظه سرم گیج رفت. بیا عزیزم، بیا از این آبقم بخور، الان حالت بهتر میشه. فشارت افتاده پایین. ممنون. چیزی شده اینقدر مضطربی؟ نه چیزی نیستش. دستتون درد نکنه، من دیگه باید برم. نمیتونی که اینطوری. شماره یه آشنایی فامیلی کسی رو بده من زنگ بزنم بیان دنبالت. گفتم که من اینجا غریبم، مسافرم، از تهران اومدم. آخه زائری؟ نه
دنبال کار اومدم. گفتم بیا مشهد، شاید زیر سایه امام رضا گره از کارم باز شه. انشالله که درست میشه. انشالله. ببخشید، شما تو فامیل آشنا کسی رو سراغ ندارین که دنبال کاریر بگرده؟ من همه کار میکنم، کار خونه، آشپزی، شستشو. والا فعلا که نه، کسی رو تو ذهنم ندارم. باشه، اشکالی نداره. سب کن. این چه کاری که میکنی؟ نه، من اینو گفتم که به عنوان مژدگونی گذاشته بودم، هر کس کیفم پیدا کنه بهش بدم. نه به خدا، نه دیگه. من اصلا این کار برای پول نکردم. شما فقط برام دعا کنین که ایشالا یک کار پیدا کنم. انشالله. با اجازتون. سب کن، میگم که تو میخوای شماره فعلا به من بده که من اگر تونستم یه کاری چیزی برات جور کنم با تماس بگیرم. چشم، حتما. خیلی خانومه. نه بابا، تو لطفه به این بزرگی به من کردی. من همه مدارکم تو اون کیف بود، خیلی خوشحال شدم پیدا شد کیفم. بده من. باشه، خیلی ممنون. ممنون عزیزم. خداحافظ. ببخش منو، میدونم کار بدی کردم. این گناهام بذار قاطی بقیه گناهام ندید بگیر. کیفو دزدیدم، ولی خب بعدش پسش دادم. آخه راه دیگه بلد نبودم. نمیدونم بعد همه این حرفا هنوزم نیم نگاهت به من میافته یا نه. چی بود اون دعای اسمت خانم؟ همین جوری از من قبول. درسته عزیزم، حق با شماست، ولی منم دست تنها. اگه یکی بود آشپزی میکرد، به کارهای خونه میرسید، خب وقت بیشتری میتونستم برای این بچه بذارم. من حرفی ندارم، ولی حتما باید آدم مطمئنی باشه تا بتونیم تو خونه راهش بدیم. این خانومه که کیفمو پیدا کرده آورده، داره دنبال کار میگرده. منظورت این نیست که من یه نفر رو ندیده و نشناخته راه بدم خونه؟ خب ما هر کی رو بیاریم اولش ناشناسه. بله، ولی آدم با 4 نفر مشورت میکنه، 4 نفر رو پیدا میکنه، باشون حرف میزنه، ازشون سابقه کار میخواد. رضایت نامه از محل کار قبلیشون میارن خانوم. بله درسته، ولی به نظر آدم خوبی میومد. تو کیف من 600-700 تومن پول نقد بود، ولی دست نزد بهشون. میتونست پولا رو ورداره کیف و پرت کنه تو حیات. به نظر آدم محتاج آبرومندی میومد. با این احوال چجوری با 4 تا جمله ازش شناخت پیدا کردی؟ من زیاد باش صحبت نکردم، از این عملش خوشم اومد. میگم تو که خودت آدم شناسی، بس بگم بیاد باش صحبت کن ببینش، و اگه احساس کردی آدم درستی نیست خب قبولش نکن. واقعا نمیخوای بدونید تو این سال من کجا بودم؟ برای چی رفتم؟ چی کار میکردم؟ چرا برگشتم؟ شاید حق با تو باشه. خیلی چیزا هست که دونستنش خوب نیست. منم دلم نمیخواد راجبشون صحبت کنم. ولی یه خبر خوب برات دارم. یه کسی هست که من دنبالش میگردم. یه کسی هست که من به خاطرش برگشتم. اگه پیداش کنم، اگه بتونم پیداش کنم، همه ی زندگیم عوض میشه. بابا، تو این سالی که نبودم خواب منو میدیدی؟ اما من خیلی خوابتون رو میدیدم، مخصوصا خواب مادر رو. تو سالای اول خیلی خوابش رو میدیدم. میشه به من بگی خاکش کجاست؟
میخوام برم سر خاکش. وقتی زنده بود و بهش سر نزدی میخوای بری سر خاکش چیکار؟ حق با توه، حرفات همیشه درسته ولی زبونت تلخه. اگه یکم زبونت شیرین تر بود شاید اینطوری نمیشد، شاید زندگی من اینجوری نمیشد، من الان اینطوری نمیشدم. بابات نرنج، تو که اخلاقشو خوب میدونی تلخه. از وقتی هم که مادر خدا بیامرزت رفت تلختر شده، ولی تو دلش هیچی نیست. قبول کن که تو هم بد کردی. قبول دارم، قبول دارم که خیلی در حقشون بدی کردم، ولی خب الان پشیمونم. برای همینم هست که الان اینجا. چقدر طول کشید که پشیمون بشی؟ 5 سال پیش میخواستم برگردم پیششون، همه وسایلمو جمع کردم. خیلی ممنون. با من درست حرف بزن رنا، همیشه با من درست حرف بزن. الان باید بری سر کار، الان باید بری سر کار، الان باید بری سر کار. بله خب نشد دیگه. چی شد که برنگشتی؟ نشد دیگه. دلم نمیخواد یادآوریشون کنم. راستی شوکت خانم، مامانم کی از دنیا رفت؟ 2 سال پیش. اگه همون 5 سال پیش برگشته بودی اینقدر حسرتش به دلت نمیموند. سلام. سلام افسانه جون، چیزی شده؟ نه خونه تنها بودم، گفتم بیایم با هم بریم حرم. افسانه؟ نشناختی منو؟ من رعنا. رعنا؟ پس ازدواج کردی، چه خوب. بچه چی؟ بچه نداری؟ حاملم. آخه به سلامتی، مبارک باشه. حالا این داماد خوشبخت ما کیه؟ دامادو که میشناسیش، علیه. علی؟ علی خودمون؟ آره. چه بامزه، دختر خاله پسر خاله. خب حالا علی چی کار میکنه؟ علی وکیله. وکیله؟ علی الان وکیل شده؟ خدای من اصلا باورم نمیشه علی کوچولو حالا از خودش وکیلی شده. یادش بخیر، چه روزایی با هم داشتی. تو چی؟ ازدواج کردی؟ بچه داری؟ بیا مادر، دست شما رو. شوکت خانم. بله احمد آقا. یه دقیقه بیاین اینجا. چایتون رو بخورین سرد نشه. بفرمایید احمد آقا. گلتون رو تازه کنید. نمیخورم، میل ندارم. این پول رو شما بدید به رهنا. شاید لازم داشته باشه، ولی نگید من دادم. خب بگم این پول از کجا اومده؟ چه میدونم، بگید که از خودتون دادم. رعنا از من پول قبول نمیکنه. شما هم اگه نگران دخترتی خودت پولو بهش بده. نمیخوام پول بشه. عجب آدمی هستی احمد آقا، بچه به فهم پدرش نگرانشه پررو میشه. حالا این دفعه شما این پولو بدی؟ من نمیتونم.
خودت میدونی دخترت. بگی این چایم بخور، نخواستیم بریزش تو گلدون. بگیر. سلام خانم، من سهیلا رفیعی هستم، همون که امروز صبح کیفو برام آوردین. بله، خوب هستی شما؟ ممنون. چی شد، کار پیدا کردی؟ نه هنوز. خب من زنگ زدم پیشنهاد بدم که اگر دوست داری میتونی بیای تو خونه ما کار کنی. خونه شما؟ آره خودت گفتی. بله، ولی راستش من نمیتونم پیشنهاد شما رو قبول کنم. چرا؟ چون من دوست ندارم از سر ترحم و دلسوزی برم سر کار. نه ترحم و دلسوزی نیستش، من دیدم که نیاز دارم یه نفر تو کارهای خونه بهم کمک کنه. حالا اگر تو نمیتونی باید کس دیگه ای رو بیارم. شما مطمئنی واقعا به من احتیاج دارید؟ بله البته تصمیم نهایی رو شوهرم میگیره. بله متوجه هستم. خب با ایشون صحبت کنین، اون وقت نتیجه‌ش رو به من خبر بدید. ببین فردا جمعه است، شوهرم هم خونه است، تو میتونی بیای اینجا؟ بله هر ساعتی شما بگید من میام. ساعت 10 خوبه؟ باشه چشم، سر ساعت اونجا هستم. بازم ممنون. منتظرتم عزیزم. خدا نگهدار. خدا حافظ. ایشالله اگه خدا بخواد تا چند ماه دیگه واما و قرض و غلامونو میدیم و یه آپارتمان نقلی همین دوروبر برای مامان راه میکنیم. مامان از اون خونه نمیاد بیرون، به اونجا عادت کرده، به همسایه ها، به بچه های دوروبرش. ولی اون خونه دیگه قابل سکونت نیست، سقفش داره میاد پایین. این جمله رو همیشه رعنا میگفت. میدونستی رعنا برگشته؟ مامان یه چیزایی گفت. پس چرا به من نگفتی؟ مسئله مهمی نبود. پس اون شب از سر بیکاری نبود رفتی سراغ یادگاری های بچگیت. رعنا برگشته بود که رفتی. تو چی میخوای بگی افسانه؟ من حتی اونو ندیدم. ولی من دیدمش. امروز عوض شده بود، شکسته شده بود، انگار خوردش کرده بودن دوباره سر پا شده بود. یاد بچگیمون افتادم، رعنا با اون همه ادعاش هیچی ازش نمونده بود. دلم براش سوخت. سلام اسمت خانم، خسته نباشید. سلام رنا جون، میبینم امروز خیلی سر حالی، خدا رو شکر. کار پیدا کردم، دارم میرم برای مصاحبه. خب الهی شکر. راستی اون دعایی که اون شب خونید چی بود؟ باز یادم رفت. یا وجیان اندالله اشفع لنا اندالله. خدا الهی به حق پنجتن مشکل همه مردم رو حل بکنه، علل خصوص مشکل تو. ایشالله خدا دهنتون بشنوه. با اجازتون. به سلامت. زمینو تازه شستم رنا جون، مواظب راه رفتنت باش. چشم حتما، خدا حافظ. برو به سلامت. بفرمایید. ممنون، زحمت کشید. خواهش میکنم، بفرمایید. ببخشید رنا خانم، من برم صبحانه هانیه رو بدم میام خدمت. خب فرمودین اسمتون؟ من رنا شمس هستم. ازدواج کردید خانم شمس؟ بله. و همسرتون ساکن مشهد هستن؟ نه خیر، شوهرم فوت کرد. متاسفم. بچه چی؟ نه خیر بچه ندارم. سابقه کار دارید؟ نه خیر من سابقه کاری ندارم. زمانی که شوهرم زنده بود اون خرج خونه رو میداد.
میدونید آقای دکتر من شما کجا میدونید من دکترم؟ من اون روزی که داشتم دنبال آدرستون میگشتم از همسایه ها فهمیدم شما دکتر هستین. بسیار خوب، چایتون سرد نشه، بفهمید. مامان مهمونمون کیه؟ یه خانومی قراره تو کارهای خونه به من کمک کنه. آخه من دلم نمیخواد کسی غیر از تو خونه باشه. چرا عزیزم، با تو کاری نداره که. تو صبحونتو بخور، خوشگل بشی، بزرگ بشی. چی شد فرزا؟ مشکل خاصی نیست، به نظر زن بدی نمیاد. فقط نمیدونم چرا احساس میکنم یه چیزی رو داره پنهون میکنه. بابا پس کن تو رو خدا. خب همه آدم ها یه رازی دارن که پنهونش میکنن. جرم که نیست. هست؟ نه نیست. خواهش میکنم قبول کن. من اون موقع که کیفم رو گم کرده بودم نذر کردم اگه پیدا بشه به آدم محتاج کمک کنم. این آدم محتاج هست. سلام. تو برگشتی؟ همین امروز از زندان آزاد شدم، دنبال رامین میگردم. بهتره نگردی، اون با تو کاری نداره. خواهش میکنم، من با رامین کاری ندارم. من فقط بچه‌مو میخوام. تو همه سالی که زندان بودم یک کلمه از رامین چیزی نگفتم، چون نمیخواستم گیر بیفته، نمیخواستم بچه‌م بی پدر بزرگ شه. ولی رامین حتی یه بارم به من سر نزد. چه منتی میذاره؟ تو پسر منو بدبخت و بیچاره‌اش کردی. یا چیزی هم طلبکاری؟ هر چوری که دلتون میخواد فکر کنین، فقط به من بگین رامین کجاست. همون وقتی که تو رو گرفتن رامینم رفت خارج. خارج؟ کجا؟ آدرسی، تلفنی، هیچ چیزی ازش ندارین؟ بچه‌مو کجا برده؟ گفتم که نمیدونم کجاست. تو رو خدا این در رو نبندین، تو رو خدا این در رو وا کنین. خواهش میکنم، بچه‌م کجاست؟ رامین کجا بردتش؟ شما میدونین بچه‌م کجاست؟ تو رو خدا راستش رو به هم بگین. ببخشید، تو رو خدا این در رو وا کنین. خواهش میکنم. اینم دختر خوشگل منه، اون هانیه ما، اصل ما. سلام رو بخونیم. سلام. سلام، چه دختر قشنگی. چایت هم که نخوردی، میخوای یه چای داغ برات بیارم؟ خیلی ممنون، من دیگه مزاحمتون نمیشم، باید برم. میدونم شما باید فکراتون رو بکنید. شماره تماس منو که دارید، نتیجهش به من خبر بدید. خانم شمس، من و سهیل خانم به این نتیجه رسیدیم که اگه شما موافق باشید یه ماه برای ما آزمایشی کار کنیم. موافقین؟ بله. با هفته سه روز مشکلی ندارین؟ نه خیر، هیچ مشکلی نیست. میتونی بقیه روزای هفته هم جای دیگه کار پیدا کنی. خب پس اگه مشکلی نیست میتونین از فردا تشریف بیارین سر کار. چشم. خانم دستتون درد نکنه. و اگه اشکالی نداره شناسنامه شما پیش ما میمونه. بله حتما، فقط میتونید شناسنامم الان همراهم نیست، فردا براتون میارم. خوبه؟ آره اشکالی نداره. میدونستم که آرزو رو با خودش نبرده. بالاخره مادر رامین زبون باز کرد، گفت که بچه رو داده به یه خانواده، فامیلیش فروهره. اسم کوچیکش رو نگفت؟ نمیدونست، ولی گفت که دکتره. دکتر چی؟ نمیدونم، ولی ما میتونیم پیداش کنیم. نه کار سختیه، شما یه مددکار هستین، میتونیم پیداش کنین. سعی خودم رو میکنم ولی کار آسونی نیست. پیداش میکنم، پیداش میکنم. مطمئن. گفتم پیدات میکنم. دیدی پیدات کردم عزیز دلم.